خودروهای سازمان ملل متحد امروز ده ها اتوبوس و آمبولانس این را که دولت سوریه برای خروج امن هزاران نفر از مخالفان، زخمی ها و خانواده هایشان از شرق حلب اعزام کرده است، همراهی کردند. به گفته سازمان ملل متحد، زخمی شدگان، بیماران و کودکان در عملیات خروج از شرق حلب در اولویت قرار دارند. وزارت دفاع روسیه نیز گفته است با استفاده از هواپیماهای بی سرنشین عملیات خروج را تحت نظر می‌گیرد. در همین حال گزارش شد به شماری از اتوبوس‌ها از سوی نیروهای حامی دولت تیراندازی شده است. گزارشی از اشکان سلطانی. لإتمام مراحل تلویزیون دولتی سوریه 20 اتوبوس و 10 آمبولانس را نشان داده است که برای خارج کردن مخالفان و خانواده هایشان و زخمی شدگان از دو محله محاصره شده در شرق حلب در حرکتند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اشاره به گفتگوهای جان کری وزیر خارجه با دیپلمات‌های ارشد روسیه، ترکیه و قطر درباره سوریه گفت آمریکا بر لزوم برقراری آتش بس در سوریه تاکید کرده است. آقای کری در تمام این گفتگوها بر لزوم پایان دادن به خشونت و خونریزی از طریق برقراری آتش بسی معقول تاکید کرده است. یان اگلند مشاور ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در گزارش خود از تحولات جاری در سوریه ضمن تایید توافق گروه ویژه پشتیبانی از سوریه برای خروج مخالفان و خانواده هایشان گفت مسکو جان مخالفانی را که از شرق حلب خارج می شوند تضمین کرده است. امروز روسیه جزئیات چگونگی خروج مخالفان را مشخص کرد و تایید کرد عملیات خروج بدون وقفه و بدون مقررات دست و پاگیر و بدون کارشکنی صورت خواهد گرفت و به آنهایی که خارج می شوند آسیبی نخواهد رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، شماری از زخمی شدگان امروز به بیمارستانی در غرب حلب که در کنترل دولت سوریه است منتقل شدند. صلیب سرخ جهانی نیز امروز گفت آماده است حدود 200 زخمی را که برخی از آنها در وضعیت وخیم هستند از شرق حلب خارج کند. شرق حلب در جنگ داخلی 5 ساله در سوریه به مخروبه بدل شده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا ایران و روسیه را برای حمایت از اسد سرزنش کرد. اسد رئیس جمهوری سوریه و حامیانش در روسیه و ایران برای فاجعه در حلب مسئول هستند. خروج مخالفان از شرق حلب که در 4 سال گذشته در کنترل آنها بوده است، در پی توافقی صورت می‌گیرد که روسیه امروز از آن خبر داده است. وزارت دفاع روسیه امروز گفت خروج 5000 شبه نظامی مخالف رژیم اسد و خانواده‌هایشان امروز آغاز شده است. مخالفان در پی این توافق از گذرگاهی امن که مورد توافق قرار گرفته است به شهر ادلب منتقل می‌شوند. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.